سلام بر شما به برنامه این هفته ای ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه نخست گفتگویی خواهیم داشت با دکتر رضا تقی‌زاده درباره چشمانداز گفتگوی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو. مذاکراتی که نخستین دور گفتگوهای رسمی هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد بود. گفتگویی نیز داریم با حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی درباره چند صدایی در دستگاه دیپلماسی ایران. از سپرده شدن پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبیر به شورای عالی امنیت ملی خواهیم گفت و در پایان مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه ما را در جریان گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل قرار می‌دهد. با ما همراه باشید. ژنو 23 و 24 مهر ماه میزبان دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و اظهارات وی در خصوص داشتن اختیار تام درباره پرونده هسته‌ای و گفت‌های رهبر نظام جمهوری اسلامی مبنی بر نرمش قهرمانانه، امیدها به حل کوتاه مدت پرونده هسته‌ای ایران افزایش یافت. توقف غنی‌سازی 20% و از بین بردن ذخایر غنی‌سازی شده 20% و تعطیلی سایت فوردو از جمله خواست‌های جامعه جهانی از ایران است. اما آیا جمهوری اسلامی به خواست جامعه جهانی تن می‌دهد؟ امید به حل مناقشه اتمی ایران چقدر واقعی است؟ در این باره گفتگویی داشتیم با دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل اتمی از گلاسکو، و از ایشان پرسیدم شما اخیراً در یادداشتی نسبت به گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز بدبینی کرده این، در حالی که طرفین گفتگو نسبت به حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران ظرف 6 ماه ابراز خوشبینی کردند. دلایل شما برای احتمال شکست مذاکرات چیست؟ در حال سابقه 8 سال به نتیجه نرسیدن این گفتگوها هر ناظری رو نسبت به تغییر روند ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ایش دچار تردید می‌کنه. این احتیاط رو کشورهای غربی و ناظران غیر ایرانی برنامه اتمی ایران هم دارن، بخصوص این حس تردید نسبت به تغییر نیت ایران تقویت میشه وقتی میبینیم که در فاصله کوتاهی پیش از آغاز گفتگوها نه تنها رئیس دولت ایران که وزیر خارجه او و مسئول مستقیم مذاکرات هم اظهاراتی میکنه که منافات داره با وضعیتی که میتونه به مثبت بودن نتایج این گفتگوها بیانجامه، من جمله توپ رو در زمین غرب میبینه و آمریکا رو توصیه میکنه که از فرصتهای باقی مونده استفاده بکنن، حالا که در عمل اگر نگاه واقع‌گرا به این برنامه داشته باشیم این ایرانی که توپ رو بایستی در زمین خودش ببینه و مطابق انتظار اونچه که نظر خودش هست به میز مذاکرات ببره. اگر اونچه که ایران همراه خودش عنوان بسته پیشنهادی به ژنو میبره اون چیزی نباشه که مورد انتظار گروه 5 به علاوه 1 است، طبیعتاً گام اول بسیار سست برداشته خواهد شد و طبیعتاً مذاکرات علارغم همه خوشبینی‌های زودهنگام در همون مسیری قرار می‌گیره که مذاکرات قبلی ایران در طول 2 سال گذشته به خصوص و در طول 8 سال گذشته به طور عموم قرار گرفته بود. آقای ظریف در مصاحبه‌ای گفته است که پیشنهادات قبلی گروه 5 به علاوه 1 به تاریخ پیوسته است و آنها باید پیشنهادات تازه‌ای ارائه کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز از جمهوری اسلامی خواسته است با مجموعه پیشنهادهای جدید به مذاکرات بیاید. به نظر می‌رسد که هر دو طرف منتظرند که طرف مقابل مواضع خود در این گفتگوها را مورد تجدید نظر قرار دهد. مقصود ایران از پیشنهادات تازه چیست؟ نکته‌ای که ایران بهش توجه نمی‌کنه طبیعت مذاکراتی است که در ژنو برگزار خواهد شد. در مذاکرات ژنو گروه غربی یعنی 3 کشور عضو ثابت شورای امنیت به اضافه آلمان در نقش خریدار ظاهر میشن و این ایرانه که در نقش فروشنده بایستی کالای مورد نظر اونها رو روی میز مذاکره بگذاره. این محتوای بسته پیشنهادی ایرانه که تکلیف مذاکرات رو میتونه روشن بکنه. اونچه که غرب به عنوان انتظار خودش از ایران داشته در مذاکرات موسوم به الماتی 2 در قزاقستان در اختیار ایران قرار داده. حالا این ایرانه که بایستی به اونها ثابت بکنه
در برگشتش به مذاکرات چه پیشنهاد متقابلی داره. اگر کالایی که ایران در بسته پیشنهادی خودش قرار میده به اندازه کافی جاذبه در غرب ایجاد بکنه، طبیعتا اونها خریدار این کالا خواهند بود. باهایی که میپردازن خیلی با باهایی که در المعاتی عرضه شد تفاوت نخواهد کرد. این رو باید دولت ایران متوجه باشه که تنها با تغییر رئیس دولت و هیئت دولت رفتارهای جمهوری اسلامی نمیتونه عملا تغییر کرده باشه و صرفا به دلیل تغییر دولت شرایط تازه رو کشورهای غربی نمیپسندن. اونها میخوان در رفتارهای ایران و سیاست اتمی ایران تغییر صورت گرفته باشه و این تغییراتی که ایران میتونه در بسته پیشنهادیش بگذاره و در ژنو اونها رو عرضه بکنه. بنابراین اون چی که آقای ظریف میگه به عنوان انتظاراتش از تغییر رفتار غرب، در حقیقت انتظاری است که غرب از تغییر رفتار ایران داره. ایران مجبور به رسیدن به یک نوع سازش خودش رو میبینه. به همین دلیلی که آقای روحانی اعلام میکنه که ما میخوایم مذاکرات در طول 3 ماه به نتیجه برسه، در حالی که غرب هیچ ضرورتی و فوریتی برای رسیدن به یک نتیجه لمسی با ایران نمیبینه و تصور میکنه که ادامه وضع موجود به نفع اونهاست و به زیان ایرانه. یعنی اونها در ارزیابی خودشون از موقعیت ایران زمان رو به زیان جمهوری اسلامی میبینن. به این علت اونها فشاری نخواهند داشت که یقینا اگر وضع موجود ادامه پیدا بکنه اونها ضرر خاصی میبینن. صادرات نفت ایران تغییر پیدا کرده، به حداقل ممکن رسیده و همینطور بازار صادراتی ایران محدود شده. این ایرانی که از ادامه وضع موجود زیان میبینه و اگر با این نگاه جمهوری اسلامی به مذاکرات ژنو وارد نشه و پیشنهاداتی که عرضه میکنه پیشنهاداتی نباشن که جاذبه کافی در طرف ایجاد بکنن، طبیعتا مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. به تغییر رئیس دولت اشاره کردید که الزاماً نمیتواند به تغییر سیاست‌های نظام بیانجامد، اما رهبر نظام از نرمش قهرمانانه سخن گفته و آقای روحانی در آغاز به کار دولتش گفته است که درباره پرونده هسته‌ای ایران اختیار تام دارد و با رویکردی تازه در صدد حل مناقشه اتمی ایران است. آیا این امر نمیتواند نشانه عزم نظام جمهوری اسلامی برای حل پرونده هسته‌ای ایران باشد؟ روزنامه کیهان روز سه‌شنبه 16 مهر در صفحه اول خود از قول محمد جواد ظریف نوشت: مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جان کری نابجا بود. در حالی که بسیاری از این موضع‌گیری‌های حسن روحانی و محمد جواد ظریف در نیویورک استقبال کردند، منتقدان این گفتگو را زیر سوال بردند و آن را زشت و پلشت خواندند. چرا با وجود آنکه حسن روحانی گفته درباره حل پرونده هسته‌ای ایران اختیار تام دارد، روزنامه کیهان که معمولاً مواضع رهبری را مطرح می‌کند این گفتگو را زیر سوال می‌برد؟ از مهمان برنامه آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی، پرسیدم چند صدایی و موازی‌کاری در دستگاه دیپلماسی ایران چه پیامی به کشورهای غربی، خصوصاً کشورهای 5 به علاوه 1 می‌دهد؟ پاسخی که از سوی برخی از مقامات ایران در رابطه با موضع کشورهای 5 به علاوه و انتظاراتی که کشورهای غربی در این خصوص دارن، این پیام رو میرسونه که در تصمیم گیری های سیاسی از سوی حکومت اسلامی ایران، این دولت و آقای روحانی و وزارت امور خارجه و آقای ظریف نیستن که تعیین تکلیف میکنن، بلکه مانند گذشته آیت الله خامنه ای است که در کنار فرماندهان سپاه پاسداران تکلیف سیاست خارجی ایران رو مشخص میکنن و این کاملا مشخص بود. یعنی پس از بازگشت آقای روحانی از سفر نیویورک و استقبالی که از سوی مخالفین این سفر صورت گرفت و همون ماجرای پرتاب لنگ کفش و به دنبال اون موضع‌گیری که آیت الله خامنه ای در مراسمی که در دانشکده افسری، مراسمی که از سوی افسران ارتش برگزار شده بود، که اعلام کردند که اتفاقاتی که در سفر نیویورک افتاد همه اونها به جا نبود و به دنبال اون دیدیم که سخنگوی کمیسیون شورای امنیت مجلس آقای تقوی حسینی اعلام کردند که سیاست ما همون چیزی است که رهبر میگویند. بنابراین نمیتونیم از کشورهای 5 به علاوه 1 این انتظار رو داشته باشیم که نسبت به موضع‌گیری‌های
آقای روحانی و وعده هایی که به هر حال به صورت کلی و ظاهری داده شده برای حل بحران هسته‌ای اعتماد بکنن و بر اساس این اعتماد بتونن اقداماتی رو در جهت رفع این مشکل به وجود بیارن. مواضع ناهمسو در سیاست خارجی چه تأثیری بر تلاش‌های دیپلماتیک ایران به خصوص در پرونده هسته‌ای خواهد گذاشت؟ به نظر من در یک چنین شرایطی تلاشایی که به ظاهر صورت میگیره برای به اصطلاح حل این مشکل اثر خودش رو نمیتونه به اون صورت که انتظار میره بگذاره. دلیلش هم اینه که کشورهای پنج به علاوه یک و امریکایی ها نمیتونن به هر وعده‌ای که داده میشه، که البته هیچ وعده روشن و مشخصی هم تا کنون از سوی وزارت امور خارجه ایران و حتی در سخنانی که آقای روحانی مطرح کردن به عنوان وعده هایی که بتونه زمینه های یک گفتگوی سازنده و صمیمانه رو ایجاد بکنه رو ما شاهد نیستیم. بنابراین در همین حد وعده های کلی که از سوی آقای روحانی داده میشه قاعدتا این شرایطی که الان ما شاهدش هستیم باز هم جلب اعتماد کافی رو نمیتونه بکنه و در نتیجه ما هیچگونه خوشبینی رو در جهت بهبود رفع این بحران نمیتونیم در نظر داشته باشیم. حسن روحانی رئیس جمهور اخیراً گفته است در 50 روز عمر دولتش به اندازه 500 روز کار انجام شده است. گام‌های دولت 11 را در زمینه سیاست خارجی تاکنون چگونه ارزیابی میکنید؟ من فکر میکنم که اون چیزی که آقای روحانی در رابطه با اقدامات 50 روزه خودشون به اندازه 500 روز مطرح کردن بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و بیشتر جنبه شعاری داره، چرا که هر اقدامی چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی میبایستی که نتایج مادی و منطقی اون قابل رویت باشه. منظورم این است اگر ایشون منظورشون اینه که در جهت حل بحران هسته‌ای در سطح بین المللی اقدامات 500 روزه کردن در فاصله 50 روز، این میبایستی که در موضع‌گیری ها و خوشبینی هایی که از سوی مقامات کشورهای غربی در این رابطه ابراز میشه دیده بشه. ما تا این لحظه هیچ گونه ابراز نظری از سوی مقامات کشورهای غربی مبنی بر این که به واقع خوشبین باشن که این مشکل با توجه به سیاست های به ظاهر تازه آقای روحانی و دولت ایشون میتونه حلال مسائل جدی بین کشورهای غربی و ایران به خصوص در رابطه با مسئله هسته‌ای باشه دیده نشده و شنیده نشده. بنابراین اگر منظور ایشون مسئله بین المللی است که ما فعلا چنین نتایجی رو نمیبینیم و اجلاس ژنو، جلسه ژنو هم در خصوص حل بحران هسته‌ای هم به نوعی این امیدواری رو نمیشه درش پیدا کرد با توجه به نکاتی که در قبل خدمتون عرض کردم، و اگر آقای روحانی واقعا منظورشون این استش که این اقدامات 50 روزه ایشون به اندازه 500 روز در عرصه مسائل داخلی بوده، اون رو هم ما شاهد نیستیم. ما مشکلات جامعه مردم ایران رو در داخل کشور کاملا شاهد هستیم که در هیچ عرصه‌ای بهبود پیدا نکرده. مسئله نقض حقوق بشر با اعدام‌هایی که در طول همین 50 روز 60 روز اخیر صورت گرفته چیزی حدود 125 نفره در زمینه مسائل مادی زندگی مردم که اصلی ترین موضوع مردم کشور ماست هیچ اقدامی صورت نگرفته. تصمیماتی که در رابطه با به حذف یارانه‌های دولتی نسبت به بخشی از اقشار و طبقات اجتماعی شما بهش توجه بکنید، تا مسئله بالا رفتن تورم از 35 درصد به 41 درصد و تعطیل شدن مراکز صنعتی و تولیدی، که همه اینا نشان دهنده این استش که اقدامات مؤثری در جهت رفاه زندگی مردم کشور ما و حل مشکلات سیاسی داخلی هم صورت نگرفته. در نتیجه این ادعای آقای روحانی چه در عرصه مسائل بین المللی و چه در عرصه مسائل داخلی هیچ کدوم متحقق نشده، یا لااقل همونطور که خدمتتون عرض کردم شکل مادی به خودش پیدا نکرده. بنابراین اجازه بدید که من این رو خدمتتون عرض بکنم، این ادعا بیشتر
در حد یک تبلیغات سیاسی است که آقای روحانی مطرح کرده. با سپاس از آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی که از استکهلم سوئد با ما همراه بودند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خبر داد که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت پرونده موسوی و کروبی، دو رهبر معترض به انتخابات جنجالی 88 که در حصر خانگی به سر می‌برند، در دست بررسی است. آقای پور محمدی در گفتگو با شماره روز دوشنبه 15 مهر روزنامه ایران گفته است داستان عفو در کشورمان یک موضوع جدی و نهادینه شده است. ما قرار نیست انسان‌ها را در زندان بپوسانیم. آقای پور محمدی که پیش از این هم گفته شده بود انتخاب وی با هدف رایزنی با قوه قضاییه به منظور آزادی زندانیان سیاسی بوده است، گفت بنده به عنوان وزیر دادگستری جزو اصلی ترین رسالت هایم تعقیب این گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاییه این مسائل را پیگیری می کنم. همچنین پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است. وزیر دادگستری ایران توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، مسئولان بررسی این پرونده ها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداد. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی پیشتر گفته بود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است موضوع حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود. در همین راستا غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اوایل ماه جاری خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی 80 نفر از محکومان جرائم امنیتی را عفو کرده است که برخی از آنها از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. در همین ارتباط کریستیان امانپور از شبکه CNN روز سوم مهر ماه در مصاحبه‌ای با حسن روحانی از او درباره برنامه دولتش درباره آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی پرسید. حسن روحانی در پاسخ گفت امیدوارم روزی بیاید که زندان‌های ما خالی شود. من همه تلاشم را در این زمینه انجام می‌دهم که افرادی که در زندان هستند راه گشایشی برای آنها فراهم شود. چندی پیش حسن روحانی علی شمخانی میانه‌رو را به جای سعید جلیلی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد و با این انتصاب امیدهایی در زمینه تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی به وجود آمد. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند و از بهمن 89 به دنبال فراخوان آنها برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از جنبش‌های موسوم به بهار عربی در خانه‌های خود حبس شدند. پیش از این بیش از 200 نماینده مجلس با سر دادن شعار مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی در بیانیه‌ای خواستار اشد مجازات برای آنها شده بودند. اما با این حال برخی افراد وابسته به جریان اصولگرا از جمله حبیب الله عسکرولادی ضمن حمایت از رهبران معترضین از موسوی و کروبی خواسته بود تا با توبه شرایط آزادی خود را فراهم کنند. سازمان عفو بین الملل گزارش از وضعیت صدور احکام اعدام در سال 2012 منتشر کرده است. طبق اعلام عفو بین الملل در سال 2012 مجازات اعدام در 21 کشور جهان انجام شده و طبق روال سالهای گذشته کشور چین با بیشترین مورد اعدام در رده اول و سپس ایران با 314 مورد اعدام و عراق با 129 مورد در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته است. مهستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر.
خب متاسفانه ما در طی همه این سالها شاهد این موضوع بودیم که ایران یکی از بالاترین موارد اعدام رو در جهان به خودش اختصاص داده. درسته که کشور چین همواره در صدر فهرست همه کشورهای قرار داشته که بیشترین مورد اعدام در اون انجام شده، اما این نکته رو هم در نظر بگیریم که کشور چین بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت داره، بنابراین از بود و مقیاس جمعیتی اگر به موضوع نگاه بکنیم اونگاه متوجه میشیم که بیشترین آمار اعدام در جهان رو ایران به خودش اختصاص میده. بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده در یک سال گذشته نزدیک به 700 نفر در 21 کشور جهان اعدام شدند که باز هم در این فهرست ایران بالاترین جایگاه رو از نظر اعدام داره. به هر حال 18 مهر ماه مصادف با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام هست، بد نیست در همین زمینه نگاهی بیندازیم به گزارش های برخی سازمان های حقوق بشری که اتفاقا در زمینه اعدام در ایران منتشر شده، از جمله گزارش سازمان عفو بین الملل که همین 2-3 روز گذشته منتشر شد و به موضوع اعدام در ایران میپردازه. در گزارش سازمان عفو بین الملل نکات قابل تأملی وجود داره، از جمله اینکه در این گزارش اومده که تنها در طی یک سال گذشته 402 مورد اعدام در ایران انجام شده. همینطور یک نکته شاید قابل تأملی که در این گزارش هستش اونم این هست که سازمان عفو بین الملل در این گزارش اخیر خودش میگه که اتفاقا در دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی نه تنها اعدام ها متوقف نشدن بلکه حتی در مواردی دارای رکورد هم بودن، از جمله اینکه در 2 هفته پایانی شهریور و منتهی به مهر ماه، یعنی از 20 شهریور تا 3 مهر ماه جاری، ما شاهد 50 مورد اعدام هستیم که این در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه. ممنون که ما رو تا این ساعت همراهی کردید. این برنامه رو می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید. جای دیگری هم این مثال رو مطرح کردم، اون چی که آقای روحانی به عنوان اختیار تام ازش یاد میکنه در عمل یک محدودیت. گفتن به آقای فورد زمانی که اتومبیل میساخت برای آمریکایی ها که به مردم اختیار بدید که رنگ مورد علاقه شون رو انتخاب بکنن برای ماشینایی که میخرن، گفته بود همه اونها آزادن هر رنگی که میخوان انتخاب بکنن، مشروط بر اینکه انتخاب اونها سیاه باشه. خب آقای فورد همیشه ماشین سیاه تولید میکرد و این مورد رضایت مصرف کننده ها نبود. آقای روحانی میگه که من دارای اختیار تامم، ولی در بازگو کردن و توضیح این اختیارات مطالبی اظهار میکنه که با مطالب دولت های قبلی تفاوت چندانی نداره. پیش از داخل شدن در مذاکرات او از حق ایران برای غنی سازی اورانیوم یاد میکنه، در حالی که این نکته ایست که باید در انتهای مذاکرات به اون پرداخته بشه. نگرانی های فوری جامعه جهانی و کشورهای همسایه ایران و یا کشورهای منطقه مثل اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر این است که ایران در شرف تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی است و میخوان این خطر رو خونسا بکنن. بنابراین حالا نمیپردازن به مسئله غنی‌سازی، میگن این 200 کیلوگرم اورانیومی که الان در اختیار دارید با غلظت 20% از کشور خارج بکنید. اونها میگن برای اینکه اطمینان خاطر ما رو جلب بکنید به معاهده الحاقی پروتکل منع گستره سلاح‌های اتمی بپیوندید. اونها میگن که فردو رو تعطیل بکنید. این نکاتی است که آقای روحانی بایستی نمایندهش، یعنی آقای ظریف یا هر کسی که به عنوان مذاکره کننده به ژنو خواهد رفت، با طرفهای غربی و همینطور دو کشور دیگر عضو گروه 5+1 در میون بگذاره. اگر این پیشنهادات متفاوت بود با پیشنهادات گذشته، اون وقت اون چیزی که شما بهش اشاره کردید قابل هضم، قابل قبوله، یعنی نه تنها دولت و رئیس اون که رفتارهای دولت جمهوری اسلامی هم تغییر کرده. این انتظاری است که گروه های طرف ایران دارن و تا پیش از داخل شدن به مذاکرات روز سه‌شنبه در ژنو و شنیدن پیشنهادات ایران طبیعتاً به ماهیت اون پی نخواهند بود.
خواسته های عمده غرب از ایران خروج نزدیک به 200 کیلو اورانیوم غنی شده 20% و اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی و تعطیلی سایت فوردو است. به نظر شما آیا ایران به این خواسته های غرب پاسخ مثبت خواهد داد؟ امیدوارم که با یک درک منطقی از وضعیت موجود، از وضعیت معیشتی مردم، جمهوری اسلامی و دولت او به این ماجرا تن بده. ولی با توجه به سابقه 34-35 ساله جمهوری اسلامی، این حاکمیت قهرمان فرصت سوزی و از دست دادن امکانات و همینطور قهرمان اشتباه محاسبه بوده. حالا در انتهای یک راه یا نزدیک به انتهای راه رسیدن به مجموعه ای از هزینه ها که به مردم تحمیل شده، اگر از این فرصت استفاده بکنن، طبیعتاً فرصت مناسبی است، میشه جلوی زیانهای بیشتر رو گرفت. ولی این فرصت شبیه اونچه که ایران در طول 10 سال گذشته داشت نیست. ببینید در این فاصله 10 سال ایران چه چیزی به دست آورده. هر چیزی که به دست آورده باشه، اگر که بعد نظامی اون هست، یقینا بایستی به تعطیلی کشیده بشه. اگر بعد غیر نظامی اون هست و ایران واقعا به دنبال دست پیدا کردن به برق اتمیه، که این به نظر من یک دروغ بزرگه، اون هم با توجه به محدودیتی که در مورد ادامه غنی‌سازی علیه ایران تحمیل میشه هرگز به دست نخواهد اومد. ولی هزینه هایی که مردم تحمل کردن روی میز لمسیه، قابل رویته. حالا ایران مثل یک قماربازی که در این بازی باخته، بایستی بفهمه که هر کجا به این زیان و ادامه اون خاتمه بده، طبیعتاً برد اوست. اگر او ادامه بده این بازی رو، روز به روز وضعیت اقتصادی ضعیفتر میشه و شرایطی که روی میز قرار خواهد گرفت برای او سختتر خواهد شد. 10 سال پیش به ایران راکتورهای پیشرفته اتمی پیشنهاد میکردن، به ایران شراکت در تأمین انرژی اروپا را پیشنهاد میکردن، پیوستن به بانک جهانی، پیوستن به سازمان اقتصاد جهانی را پیشنهاد میکردن. ولی امروز میگن که ما در مقابل خواسته هامون میتونیم تحریم ها رو از طلا برداریم و یا به شما قطعات یدکی هواپیما بدیم. و لطف بیشتری که میکنن این است که ما جلوی اعمال تحریم های بیشتر رو موقتا میگیریم. بنابراین این وضعیت تضعیف شده جمهوری اسلامیه که گرفته های اون رو در مقابل داده هاش نامتوازن کرده. و اگر باز هم از این فرصت استفاده نکنه، طبیعتا 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه اگر فرصتی باقی باشه، طبیعتاً پیشنهاداتی که به ایران خواهد شد، اولاً پیشنهادات کمتریه، ضمن اینکه تا اون موقع ایران زیان سنگینتری رو هم تحمل کرده. این زیان ها اندک نیست، روزانه بین 400 تا 500 میلیون دلار زیان ناشی از ادامه وضع موجوده. و هر روزی که جمهوری اسلامی بتونه کشورهای غربی رو قانع بکنه که این مسیر رو برگردونن، حتی اگر با 2 سال تاخیر این کار صورت بگیره، طبیعتاً روندی است که در جهت تبدیل نشدن اقتصاد بحرانی ایران به شرایط فروپاشی میتونه مؤثر بشه، واقع بشه. ولی اگر این فرصت رو از دست بدن، طبیعتا مردم زیان اون رو تحمل خواهند کرد، یقینا واکنش نشون خواهند داد و 4 ماه بعد ایران کارت برنده دیگری برای گفتگو با غرب یا حداقل مؤثرتر از اونچه که امروز در اختیار داره نخواهد داشت. در حال حاضر که 2 طرف مذاکره اعلام کردند که مصممند تا راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران در کوتاه مدت پیدا کنند، چنانچه این فرصت از دست رفت و گفتگوها به نتیجه مشخصی نرسید، گام بعدی کشورهای غربی چه خواهد بود؟ اگر واقع‌گرا باشیم، بایستی ارزیابی درستی از وضع موجود داشته باشیم. آقای اوباما که در ارتباط با ایران به نظر من ترجیح میداده و ترجیح میده لباس برنده جایزه صلح نوبلش رو به تن بکنه و نه فرماندهی کل قوای آمریکا رو، با ایران شاید به یک توافقهای کلی رسیده که هنوز شکل موضوعی و قانونی نداره. شکل قانونی این در کنگره آمریکا شکل میگیره و میدونیم که آقای اوباما الان با کنگره‌ای که در اون جمهوری خواهان در اکثریت هستند در تقابله. یقینا بعد از حل مشکلات داخلی خودش، اگر مسئله به تصویب توافق کلی که با ایران میخواد انجام بده برسه، کنگره در مقابل اون هم مقاومت خواهد کرد. دولت اوباما موقتا قانع شده کرده سنای آمریکا رو که از تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران خودداری بکنن.
حال اون که هم سنا و هم مجلس نمایندگان تمایلشون به افزایش فشارهای اقتصادی و مالی به ایران هست. دست مخالفین برنامه اتمی ایران در سنا و کنگره در مجلس نمایندگان بسیار قوی تر از دست دولت و حامیان جمهوری اسلامی است. بنابراین اگر مذاکرات ژنو به نتیجه مثبت نرسه، یک، سیاست خارجی آمریکا در جهت عکس تمایل کنونی آقای اوباما و قطعا در جهت تقابل با جمهوری اسلامی حرکت خواهد کرد و تحریم های تازه هدف قرار خواهد داد، منع کامل صادرات نفت ایران رو، متوقف کردن کامل تجارت خارجی ایران رو، متوقف کردن تمام مبادلات مالی و بانکی ایران رو که به صورت آب باریکه هنوز ادامه داره. و این تنها خطر نیست، خطر دیگر این است که اسرائیل از وضعیت موجود استفاده بکنه و با یک حمله پیشبینی نشده به یکی از تأسیسات اتمی ایران، بخصوص راکتور آب سنگین عراق، آمریکا و دولت اون رو در وضعیتی قرار بده که خودشونو ناگزیر از داخل شدن در یک جنگ برای حمایت از متحد استراتژیکی خودشون یعنی اسرائیل ببینن. اینها خطراتی است که طبیعتا متوجه ایرانه و این خطرات خطرهای جدی است و اگر ارزیابی درستی از اون به عمل نیاد و این ماحصل کوتاه آقای روحانی با غرب و نمایش تبلیغات و روابط عمومی و در طول هفته‌های آینده به پایان برسه، طبیعتاً روز بدبستان جدی خواهد بود و در اون شرایط ایران دست برنده‌ای نخواهد داشت. هزینه هایی که میپردازن هم مردم و هم حاکمیت جمهوری اسلامی بسیار سنگین‌تر از اون چیزی است که حالا پیش بینی میکنن. با سپاس از دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای از گلاسکو.